سلام و خدمت دوستان عزیز امیدوارم که حال تک تک تونالی باشه رسیدیم به یه آپدیت تحلیل دیگه از وضعیت قیمتی شیبا اینو که در حال حاضر میخوایم با هم دیگه. یه نگاهی داشته باشیم همونطور که دارید مشاهده میکنید یک کندل مثبتی در حال باز شدن و بسته شدن هستش که چهار روز مونده که این کندل هفتگی ما بسته بشه در حال حاضر قیمت فعلی شیبا رسیده به سی. بالای اون داره نوسان میکنه اگر توی تایم فریم روزانه ما نگاه کنیم کاملا مشخص هستش که شیبا داره یک روندی رو شروع میکنه که انتهاش میتونه به یک پامپ منجر بشه و شاهد یک افزایش خیلی فوق تری نسبت به اون روزهایی که شما الان مثلا تو گذشته دیدی که قیمت از همینجا برگشت از همینجا یعنی قیمت اگر بخواد پامپ دیگری رو تجربه کنه افزایش شدید دیگه رو ما ازش ببینیم خب قیمت ما باید از همین محدود اتفاق بیفته پایین بیاد دیگه برمیگردیم به همون بحث اصلاحه و اعداد و ارقام بسیار پایین تر که باید این محدوده دوباره جذبش کرد حالا میخوایم راجع به یه نکته صحبت کنیم که فکر کنم همه هولدر های شیبا اینو باید تمامشون تک تکشون این موضوع رو متوجه بشن این ویدیو مهمه تا کامل نگاه کنید نکته اول چند تا نکته میخوام بگم بهتون نکته اول این هستش که حتما حتما ویدیوهای این روزها رو دوباره با دقت کامل کامل نگاه کنید چرا چون که یادتون باشه آخرین که من این حرفو زدم وقتی بودش که قیمت ما داشت روی این محدودا نوسان کرد، اینجاها داشت نوسان می‌کرد اینجاها داشت نوسان کرد. و هی میومدم تکرار میکردم میگفتم آقا تا میتونید ویدیوها رو ببینید این روزها مهمه زمان مهمی هستش که یه اتفاقی بیفته و بعد از اون شاهد دیگه دیگه بودیم که قیمتش بازم پام کرد یعنی آخرین باری که خیلی با جدیت کامل تاکید بر این داشتم که حتما ها رو دنبال کنید اون تایم بودش و الان دوباره همین حرفو میخوام بزنم چون که دوباره قراره که اتفاقایی بیفته و شاهد یه حرکت هایی باید از سمت شیباینو باشیم نه تنها شیبا اینو بیت کوین الان در حال حاضر در جایی قرار گرفته که ما میبینیم که هفتاد هزار تا رو به صورت کامل نشکسته در حال حاضر الان قیمت بیت کوین رسیده به 69 دلار و هنوز هفتاد هزار دلار رو خب قیمت بیت کوین نشکسته الان چندی مار هستش که میره بالای هفت تا دوباره برمیگرده میشه 69 68 یعنی رو این سقف قیمتی خودش در حال بازی کردن هستش و هنوز این سقف تاریخی خودش رو به صورت کامل ردش نکرده که اگر آخرین تحلیلی که رجب بیت کوین ما انجام دادیم نگاه میکردی کامل این موضوع رو درک میکردی و متوجه میشدی پس ویدیوهایی که از بیت کوین هم منتشر میشه اونها رو هم بیشتر ببینی از ویدیوهای شیبا با دقت کامل چون که برخی فقط ویدیوهای شیبا رو نگاه میکنن که این اشتباه داخل بازار بازار ارزهای دیجیتال خب مثلا اگر ما بخوایم ببینیم که قیمت شیبا میخواد روش کنه خودش همین جوری که روش نمیکنه یکی از دلایل اینکه شیبا تونست یک پامپی داشته باشه به سمت بالا و ما سیگنال خریدش رو این پایین بهتون صادر کردیم و گفتیم که آقا بخرید یکی از هاش این بودش که یه مدتی رنج بودش و دومین علتش بیت کوین به سمت بالا پام کرد و بعد از اون پول از بیت کوین یه مقداریش خارج شد وارد شد به میم کوین ها. میم کوین اول شیبا بود بعد دوج بود و بعد رفتش به سمت پپه و ارزهای فروکی و اینا تک تکشون یکی یکی پشت سر هم اومدن پام کردن پس تأثیر گذار هستش قیمت بیت کوین هر چقدر که شما خریداری کردید اگر بالای 10 دلار خریداری کردید یه تعدادی شیبا نگهداری کردید پس مجبور هستید موظف هستید که بیاین ویدیوها رو نگاه کنید تک تکشون چون که الان در حال حاضر سرمایه شما درون یک میم کوینی هستش که یک رشد فوق ای رو داشته به سمت بالا یعنی از اینجا شما در نظر بگیرید چیزی حدود 248 درصد قیمتش اومده به سمت بالا یعنی رسیده به جایی که ریسک خیلی بالایی داره یعنی قیمت میتونه اصلاح داشته باشه پول بک بزنه ولی فرم کندل ها رو که ما داریم نگاه میکنیم متوجه میشیم که قیمت آماده این هستش که به سمت بالا یه حرکتی رو داشته باشه نکته یک هستش من خودم شخصا در حال حاضر حالا یه مقدار زیادی همچنان شیبا رو نگهداری کردم و فروشی ازشون انجام ندادم همون سیو سودهایی هستش که خودمون اون تایم ها و انجام دادیم یه سود اینجا بودش بالای فکر کنم 26 این مقطا بودش که یه سیو سود اینجا یه سیو سود هم اینجا بودش که همون تایم من سیو ها رو یه مقدارش رو انجام دادم ولی با این حال اون سیو سودایی که انجام دادم باز هم یه تعداد زیادی شیبا اینو داخل کیف پول خودم هستش یعنی اگر قیمت شیبا از همینجا برگرده به سمت پایین یک ضرر سنگینی میتونم از سمت شیبا اینو به سمت خودم جذب کنم ولی فعلا همچنان نگهداری کردم و دست به فروش نزدم چون که از همینجا قیمت قیمتش که اومد ریخت به سمت پایین روی این محدوده ها یادتون باشه یه خطی ما اینجا گذاشته بودیم تقریبا رو عدد چند بود عدد 426 اینا بودش که گفتم زیر این بیاد ممکنه که قیمت کاهش داشته باشه ولی بازم خواهش پیدا کرد به سمت پایین من اگر ویدیو ها رو دقت می‌کردی نگفتم که بیایم بفروشیم چون که میدونستم قیمت به سمت بالا برمیگرده و اینجا چندتا تا واکنش خیلی فوق العاده ای رو از خودش نشون داد یه واکنش اینجا بودش که این کندل رو این گلف کرد دومی هم اینجا یه کندل قرمز دوباره اینجا این گفت کرد و این بخشی که شما اینجا اگر نگاه کنید این چهار تا کندل پنجتا تا کندلی که اینجا تشکیل شد یه چیزی رو به همون نشون داد و گفتش که آقا قیمت شیبا اینجا یه اتفاقای خیلی مهم می افتاد خب نه تنها مربوط به شیبا نبود بلکه کل بازار کریپتوکارنسی ها بودش بیت کوین از 64 و 63 و این محدوده ها برگشتش همین خلاصه میشه به این چند تا کندل خلاصه ای بکنیم اگر بخوایم رو به زبان خودمون تبدیلش کنیم این چهار تا کندل پنج تا کندل رو ببینیم که وضعیت به چه شکلی هستش ببین کاملا مشخصه اینجا یه فیک بریک هافت اتفاق افتاده یعنی قیمت رو آوردن پایین همه فکر کردن که ریزشیه اینجا فروختن دوباره جمع کردن به سمت بالا برگشته دوباره یه زیاد اینجا وارد شدن قیمت پشت سر هم ریخته و اونایی که اینجا خریده بودن دوباره ترس سرشون برداشته با ضرر خیلی کمی حالا این ضرر خیلی کمه رو اگر جمع کنید یکی که مثلا 10 دلار یعنی بالای 10 دلار ضرر کرده یا مثلا 100 دلار ضرر اینا رو با هم دیگه جمع کنی یه عدد عجیب غریب در میاد دوباره فشار خریدار اینجا کمتر شده همه اومدن بفروشن دوباره جمعش کردن اونایی که فروشنده بودن ارز ایجاد کرده بودن اون نهنگ بازار خریده خودشون انجام دادن و قیمت رو آوردن به سمت بالا و این چیو نشون داد و الان دیدیم که پشت سر هم قیمت برگشت از همینجا یه فاصله 8 درصدی 10 درصد برگشتی رو ما از سمت شیباینو دیدیم و این چیو نشون داد نشون داد که یه فیک بریک اینجا اتفاق افتاد و عملا خب پایین اومدن قیمت شیبا رو یه کمی دور از ذهن کرد چرا چون که این کندلایی که اینجا تشکیل شد 4 تا 5 تا کندل نشون داد دیگه آقا آخرین زور خودشون اون خریدارها زدن اونایی که عادی بودن مثلا برخیایی که بیشتر کسایی که مثلا تعداد زیاد کمی توکن شیبا رو دارن مثلا بالای 10 دلار 20 دلار 30 دلار اگر شیبا رو دارن اونها این کارها رو انجام دادن یعنی فروختن و از بازار خارج شدن این به نفع کیا بودش به نفع اون سرمایه دارای بزرگ بوده چرا چون که عدد مثلا 30 دلار 20 دلار مثلا یکی مثلا 20 دلار 30 دلار خرید 20 دلار 30 دلار شده مثلا 40 دلار ازش یه مقدار یا همشو خارج کرده یا با ضرر اومده فروخته 10 دلار ضرر کرده دیگه اون شاید خیلی واسه من 10 دلار عدد بزرگی نباشه ولی این 10 دلار رو شما فرض کنید یه میلیون نفر 10 دلار ضرر کردن خب این عدد عدد عجیب غریبی میشه و این به نفع سرمایه هستش که با این کار خب هی اینو میان تکرار میکنن هی ترس ایجاد میکنن تو دل هولدرها که بیان بفروشن وقتی قیمت میره بالا بیان بخرم دوباره بیارمش پایین همه میخوام بفروشم بخرم و این کار هی انجام بدن که ترس بیفته تو دل هولدرها و بیان تصمیم های نادرستی رو از خودشون اجرا کنن و منجر به ضرر های خیلی هرچند کوچیک باشه ولی با این حال در مجموع میتونه یه تاثیراتی رو بذاره فعلا در حال حاضر و وضعیت شیبا اینو مثبته یعنی نگرانی خاصی همچنان نداره تو اون ویدیو هم من بهتون گفتم و همچنان باید انتظار داشته باشیم قیمت به سمت بالا حرکت کنه و این چشمم تارگت عدد 458 رو خیلی میبینه و دوست دارم که این تارگت 58 رو 458 رو خیلی سریعتر شیبا اینو ببینه و در تایم میام مدت مشاهد رسیدن قیمت شیبا اینو به این عدد باشیم خیلی از دوستان حالا میام میپرسن میگن که آقا یه زمان دقیق بگو که قیمت شیبا کی مثلا مرداد 458 میرسه یه زمان دقیق می از من میخوان که بچه داخل بازار 100 درصدی وجود نداره و زمان دقیقی وجود نداره مثلا من هر از گاهی شوخی میگم آقا یه پیشگویی عجیب غریب انجام دادم درسته که یه پیشگویی هستش مثلا شاید درست تحلیل کرده باشم ولی نمیشه مثلا اومد گفت آقا مثلا در فلان تاریخ فلان روز فلان ساعت قیمت شیوه از این عدد عبور میکنه هر کسی این طوری رفتار کرد به این شکل برای شما ویدیو ارائه داد مطمئن باشی که یک دروغگو هستش و از سمتش دور بشید و برید یه سمت دیگه که خیلی این موضوع مهم هستش پس 100 درصدی داخل بازار وجود نداره الان مثلا من هم مثل شما گفتم از وقتی که من کانال یوتیوب رو راه انداختم یه قولی دادم گفتم که هر کاری که خودم انجام میدم قراره بهتون بگم هر کاری که خودم انجام میدم یعنی الان به این شک نیستش که مثلا شاید شیبا نداشته باشم بیام بهتون بگم این کار انجام بدی نه خودم مثلا سیو سود انجام دادم اینجا بهتون گفتم سیو سود انجام بدی خودتون تک تک ویدیوها رو دنبال کردید و دیدید این بالا مثلا گفتیم سیو سود کنی خودمون این کار انجام دادیم الان هم بهتون دارم میگم که یه تعداد زیادی دارم و فعلا خرید سنگینی ازش انجام ندارم همون تعداد شیبایی که هستش که نگهداری کردم و منتظر موندم سر کردم که ببینم که باز در آینده چه اتفاقی بیفته و شما هم باید سر کنید ببینیم که وضعیت به چه شکلی هستش کسی که تا به این لحظه یعنی تا این یه سال و نیم گذشته که من این کانال یوتیوب استارت زدم کسی که تا به این لحظه با ما حرکت کردم. ما هم دیگه رفتیم جلو متظرر نشدن یه سود خیلی خوبی تونستن از این بازار به دست بیارن و همچنان این ادامه دار هستش با استراتژی ما با سناریوهای ما با اون وضعیتی که تا به این لحظه رفتیم جلو تونستیم نوسانات خیلی فوق العاده از ارزهای دیشال بگیریم که حالا یه نمونه شیباست دیگه از این پایین سیگنال خریدش شده دادم از همینجا من دارم میگم بخرید از گذشته ها حالا درخ زمانی شدم نیستش و با این حال وضعیت شیبا فعلا سودی هستش باید یک سر کردن کردنی داشته باشیم منتظر باشیم ببینیم که قراری که چه اتفاقی بیفته تایم فریم هفتگیش هم اگر نگاه کنیم چهار روز مونده که این کندل هفتگی بسته بشه کم کم داریم به روزهای مهم میرسیم چرا میگم روزهای مهم تایم فریم ماهانش هستش ببین چهار روز مونده که این کندل ماهیانه بسته بشه کندل ماهیانه حالا داخل شیبام چهار روز قرار بسته بشه بعد چهار روز بیت کوین هم کندل ماهیانش رو میبنده و همه بازار خب در شوک این قرار خواهن گرفت پس ما منتظر آپدیت ویدیو ویدیوهای مختلف دیگه باشید که قرار اتفاقای مهمی داخل بازار ارز دیجیتال بیفته من تمام نکات رو گفتم خیلی ممنون که تا اینجا مشاهده کردید امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید لایک کردن ویدیو طبق معمول فراموش نشه نظرتون رو بندازید تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگه.